خبر درگذشت محمد رضا شجریان، خواننده و موسیقیدان شهیر ایرانی، در صفحات شبکه‌های اجتماعی هنرمندان مهاجر و مقیم خارج از کشور که پس از انقلاب 57 وادار به ترک ایران شدند هم بازتاب داشته و چهره‌های ناماشنای فرهنگ و هنر ایران هر یک به این خبر واکنش نشون دادند. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا نگاهی کنه به برخی از این پیام‌ها. بنیامین، مهدی، خب همونطوری که گفتی من سراغ هنرمندانی رفتم که در 40 سال گذشته در ایران اجازه کار نداشتند و اساساً به نوعی تبعید خودخواسته یا ناخواسته میشه گفت تن دادن، به خاطر اینکه شرایط در ایران برای کار اونها مساعد نبود. اردلان سرفراز، شاعر و ترانه‌سرای معاصر، یکی از این کسانی هست که در واقع در این 40 سال بعد از انقلاب در ایران نتونسته کارهاش رو اونطوری که میخواد دنبال بکنه. او در پیامی به مناسبت درگذشت محمد رضا شجریان نوشته که با مرگ تن بعضی انسان‌ها پایان کار اونها فرا نمی‌رسه و آنچه که ماندگار هست اون اثرگذاری هست که این افراد داشتن. محمد رضا شجریان که از او به عنوان استاد آواز ایرانی هم یاد میشه یکی از اونهاست. اما دیگر کسی که پیام داده برای درگذشت محمد رضا شجریان فرید زولاند هست. فرید زولاند آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس ایرانی هست. او گفته که خسرو آواز ایران به تعبیر فرید زولاند آن چیزی که ماندگارش کرده هنر موسیقیایی در کنار در واقع مردمی بودنش هست و این هر دو رو محمد رضا شجریان به درستی داشت و میدونست که در کجای تاریخ باید بیسته. اما مرتضی برجسته، هنرمند دیگری که در سالهای پس از انقلاب به آمریکا کوچ کرده و در اونجا زندگی میکنه، هم اشاره کرده که اغلب انسانها دو شماره دارن، یکی شماره تولد، یکی شماره مرگ یا وفات، اما محمد رضا شجریان و امثال او فقط یک شماره دارن، چون پایانی برای اونها وجود نداره و همواره زنده هستن. داریوش اقبالی، خواننده ناماشنا و سرشناس ایرانی، هم اشاره کرده به هنر خوب زیستن و گفته آنچه که متمایز میکنه افراد سرشناس رو، از جمله محمد رضا شجریان رو که استاد آواز ایران هست به تعبیر این هنرمند، هنر خوب زیستنه که او به خوبی میدونست چگونه باید زندگی بکنه. گوگوش که محمد رضا شجریان اتفاقا علاقه داشت به خانم گوگوش و همواره درباره او صحبت می‌کردم، اشاره کرده به مرغ سحر و گفته با مرگ مرغ سحر آنچه که تازه تر شد داغ دل من بود. ابی ابراهیم حامدی هم اشاره کرده به همین موضوع و محمد رضا شجریان و افتخار و فخر موسیقی ایران دونسته. بنیامین، من دیدم که شهرام ناظری، دیگر خواننده پرآوازه موسیقی اصیل ایرانی، هم واکنشی داشته به درگذشت آقای شجریان. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شهرام ناظری، خواننده ناماشنا و پرآوازه ایرانی، در سفر گوشه‌هایی از مرغ سحر رو زمزمه میکنه به یاد استاد شجریان و از محمد رضا شجریان به عنوان کسی که همیشه ماندگار هست نام میبره، که من تصاویرش رو آماده کردم با هم ببینیم. بله، ببینیم و ممنون از اینکه با ما همراه بودی. ممنونم از تو. برای همیشه تاریخ جاوید و زنده است.